سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوشحالم که با یه هفت رنگ دیگه مهمون خونه های شما عزیزان هستیم. در خدمت استاد رهی هستیم و منتظریم ببینیم که امروز چه چیز رو میخوام برای ما آموزش بدن. خیلی خوش اومدین. منم سلام میکنم خدمت بینندگان عزیز و امروز میخواییم با هم دیگه درباره روش های دیگر اندازه‌گیری، همجور که در جلسه قبل روش اندازه‌گیری با مداد، نقطه یابی و تشابه به اشکال هندسی رو یاد گرفتیم، میخواییم امروز هم مروری بر اونها داشته باشیم روی یک شی دیگری و هم اینکه روش های جدیدی از اندازه‌گیری رو با هم مرور کنیم. برای کشیدن این کوزه ما ایاتون باشه باید اول یک کادر داشته باشیم، یک کادر مستطیل که طول و عرض یا پهنا و ارتفاع این شی ما رو برای ما مشخص کنه. برای این کار اول نگاه میکنیم ببینیم پهناش کوچیکتره یا ارتفاعش. اینجا الان دوباره پهنای این کوزه کوچیکتر از ارتفاعشه، برای همین اول پهناش رو اندازه میگیریم و میذاریم توی ارتفاعش، میشه تقریبا یک برابر و نیم. ما یه دونه مستطیل میکشیم، سعی کنیم خطای کادرمون رو کمرنگ بکشیم که راحت پاک بشه و ارتفاع این کوزه ما میشه یک برابر و نیم. میگم استاد چجوری میتونیم که یه خط صاف و دقیق در بیاریم؟ چون من خود من هر کاری میکنم اصلا نمیتونم یه خط صاف بکشم. بله، ما برای اینکه خط صاف بکشیم همیشه وقتی همونجور که یادتون هست برای اصول طراحی گفتیم نقطه و خط از دو نقطه تشکیل میشه. وقتی که ما دو نقطه داشته باشیم میتونیم یه خط صاف بکشیم. شما موقعی که خط میکشی برای اینکه انتهای نقطه خودت رو نگاه نمیکنی. ما اگر که موقعی خط کشیدن از اینجا اگه شروع میکنیم انتهای نقطه رو نگاه کنیم، دست خود به خود به اینجا وصل میشه. ولی اگر که بخوایم فقط این خط رو ادامه بدیم، حالت کنگره کنگره و ناصافی پیدا میکنه. خط خاصیتش این هست که ابتدا و انتها باید داشته باشه. وقتی که ما خطمون داره یک انتهایی باشه و به اینجا نگاه کنیم، خود به خود خط صاف میشه و همیشه از کشیدن خط نباید بترسیم که شاید کج بشه. اگر خط کج شد فقط سعی کنیم کم رنگ بکشیم، مداد رو زیاد فشار ندیم، عضلاتمون رو منقبض نکنیم، مداد رو خیلی راحت تو دستمون بگیریم و خط رو خیلی کم رنگ بکشیم. اگه یه خط یه مقدار کج شد کنارش میتونیم یه خط دیگری بکشیم، کنارش یه خط دیگه و اون خطی که برای ما قابل قبول هست اون رو میتونیم بعداً یه مقدار پر رنگش کنیم. بله، منم خیلی وقتا سعی میکنم که خط صاف بکشم، وقتی که درست نمیشه ناچارا من خط کش استفاده میکنم. بله، برای طراحی هیچ وقت از خط کش استفاده نکنید. سعی کنید خط رو آزاد بکشیم. تمرین خط میتونیم بکنیم. ما برای طراحی نیاز به خطای عمودی داریم، خطای افقی داریم، خطای مورب داریم. میتونیم این خطها رو همیشه تمرین بکنیم. موقعی که حتی تنها بیکار هستیم کنار گوشه یک کاغذ، همیشه با کشیدن خطای کمرنگ موازی کشیدن خط رو توی زاویه های مختلف تمرین بکنیم تا دستمون برای خط کشیدن راحت بشه. خب وقتی که این کادرمون رو اینجا کشیدیم، حالا این کوزه ما بایستی توی این کادر قرار بگیره، نبایستی از کادر بزنه پایین. خب پایین ترین نقطه ما اینجا بود و بالاترین نقطه اینجا. وقتی نگاه میکنیم این شی ما دارای یک محور تقارن هست. بعضی از اشیا دارای محور تقارن هستن ولی همه اشیا این خاصیت رو ندارن.
این کوزه دارای محور تقارن هست. محور تقارن خطی هست که شعر رو از وسط نصف میکنه. ممکنه محور تقارن ما بعضی وقتا عمودی نباشه بلکه افقی باشه. پس محور تقارن چه عمودی چه افقی بود میتونیم بکشیم. بعضی وقتا محور تقارن ما حالت مورب داره، یعنی اینکه کوزه به حالت مورب ممکنه باشه. میتونیم محور تقارنمون رو به حالت مورب بکشیم. پس محور تقارن در هر زاویه‌ای که بود ما در همون زاویه میتونیم رسمش کنیم. پس یکی از روش‌های دیگر اندازه‌گیری کشیدن محور تقارن یا پیدا کردن محور تقارن شعرمون هست. محور تقارن رو وقتی میکشیم، اینجا دهنه کوزه ما یه دونه بیزی هست. در اصل دهنه کوزه بیزی نیست، یه دونه دایره است. ولی چرا بیزی دیده میشه؟ برای اینکه دایره در پرسپکتیو حالت بیزی به خودش میگیره. پرسپکتیو دایره بیزی هست، یعنی اینکه دایره رو ما وقتی که از روبرو نگاه میکنیم دایره است، وقتی از بغل نگاه میکنیم بیزی میشه، وقتی که بیشتر از بغلتر و پایینتر نگاه کنیم بیزیمون تنگتر و تنگتر و به یه خط صاف میرسه. پس این دایره که بالای کوزه ما هست، اینجا یه بیزی دیده میشه. ما اگه بریم کاملا از بالا عمود بهش نگاه کنیم دایره است، ولی چون از بغل نگاه میکنیم بیزی میشه. و گشادی دهن این بیزی رو میتونیم دوباره اندازه گیری کنیم با همون روش مدادی که گفتیم، عرض این بیزی رو و بعد قطر کوچیک بیزی رو و قطر بزرگ بیزی رو اندازه بگیریم و نسبتش رو نسبت به هم پیدا کنیم. پهنای شی ما در قسمت بالای این مستطیل ها. یعنی اگر مستطیل رو ما به دو قسمت تقسیم کنیم، این پهنا در قسمت بالا قرار میگیره و قسمت پایین بیشتر این انحنا هست. یعنی ما وقتی که این شی رو میخواییم طراحی کنیم، باید همه این چیزایی رو که من الان دارم برای شما میگم تو ذهن خودم بایستی تجزیه و تحلیلش کنم، بایستی مرورش کنم. تک تک این خطوط در طرح به من کمک خواهد کرد و کمک میکنه که طرح همو خیلی راحت تر اجرا بکنم. وقتی که ما اینو میاییم اینجوری تقسیم میکنیم به چهار قسمت، اونجا وقتی شیمون رو میتونیم با مداد به این صورت تقسیم بندی کنیم و ببینیم دقیقا این تقسیم بندی رو اونجا هم همین شکل خواهیم داشت. وقتی که ما تو این کوزه نگاه میکنیم میبینیم که تشابه یک تخم مرغی شکلی توش میبینیم و اون در اینجا میتونیم اون رو، این تخم مرغمون رو رسم بکنیم. این خطوط رو وقتی که کمرنگ میکشیم، همونجور که گفتم، کمکمون میکنه که راحت پاکشون کنیم و یا توی سایه ها حتی خود به خود محو میشن. چقدر جالب، شبیه جمجمه سر یه انسان شده. دقیقا این تشابهات به ما کمک میکنه که تو طراحی بتونیم خیلی راحت تر با دست بازتر حرکت بکنیم. وقتی که شما این اشکال رو تجسم میکنیم توی اشیایمون، واقعا کار طراحی خیلی ساده میشه، خیلی کمکمون میکنه. و الان اینو که شما شبیه یک صورت یه انسان دیدین، اتفاقا موقعی که ما طراحی چهره رو درس میدیم و آناتومی صورت رو یاد میدیم، اتفاقا اونجا هم میگیم که یه دونه تخم مرغ باید بکشیم برای جمجمه انسان، برای صورت انسان. اگر دهنه کوزه رو اندازه بگیریم و بذاریم توی پهناش، تقریبا دو برابر هست. یعنی اگه ما اینو همجور که محور تقارن نصفش کرده اندازه بگیریم، این اندازه دهانه کوزه ماست و بیزی که اینجا هست یه بیزی تقریبا گشادی بیزی به این صورته. بعد اینجوری دوتا خط صاف میاد و این از اینجا به این شکل میره پایین
ببینید من این خط رو الان اینجا تیره کشیدم، برای پاک کردنش مشکل خواهم داشت. نباید تیره بکشیم، بایستی تا میتونیم کمرنگ کار بکنیم که بتونیم خطوط دوروبرش رو پاک بکنیم. خب پایین این کوزم همون بیزی هست که بالا هست، یه مقدار بیزیش فقط گشادتره، ولی این بیزی یعنی اگر ادامه بدیم میبینیم که همون بیزی هست، ولی بیزی که پایین هست از بیزی که بالا هست گشادتر هست. برای چی؟ برای اینکه دایره‌ای که پایین هست ما از بالاتر داریم میبینیمش، برای همین قطر کوچیکش بزرگتر میشه. دلیلش اینه، همیشه اگر بطری میکشیم، لیوان میکشیم، کوزه میکشیم، بیزی پایین گشادتر میشه. و اینجا این طرحمون تمام میشه. و نکته دیگری که میخواستم اینجا یادآوری کنم، ما این شیمون رو با حالت شطرنجی به 4 قسمت تقسیم کردیم و این تو طرح خیلی به ما کمک کرد. ما اگر بیاییم طرحمون رو به جای 4 قسمت به قسمت‌های بیشتری تقسیم بکنیم، یعنی شطرنجیش بکنیم، و در قدیم برای اینکه اشیای بیرون و مناظر بیرون رو نقاشا برن نقاشی بکنن، یک ابزاری داشتن که این یه فرمی بود، داخل این فرم رو با سیم یا با نخ تبدیل می‌کردن به شطرنج، اینجوریش می‌کردن. یه فرمی رو شما فرض کنید، این فرم رو اطرافش چوبی یا فلزی، بعد داخلش رو با نخ یا سیم به شکل شطرنجی در می آوردن و گوشه بومشون یا سپایش رو نصب می کردن و از داخل این به منظره نگاه می کردن و بوم رو هم به همین شکل شطرنجی می کردن و دقیقا همین کاری رو که ما اینجا الان انجام می خواستیم بدیم اونجا توی منظره و تو محیط طبیعی انجام می دادن. بله، بسیار عالی. بسیار عالی، ممنون از توضیحاتتون استاد. خب بینندگان عزیز، تا یه روز دیگه و یه برنامه دیگه، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون باشه. استاد ممنون.